و دیگه همراه. بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من یه خورده سریع بگم که چه خبره. من در مورد برادرم زنگ زدم. برادرم مشکل الکل داره. میشه لطف کنید بلندتر صحبت کنید؟ شما چند تا خواهر بله، برادر هستید؟ من بزرگ هستم، داداشم از من 2 سال کوچیک‌تره. فقط دو تا بچه هستید؟ بله بله و هر دو بعد من شما چند سالتونه؟ من 33 سالم. پس دو برادر 31 سالشه. بله، از کجا تلفن میکنی؟ تورلاک. از کجا؟ تورلاک تولاک کجاست؟ آمریکا. تو کدام کشوری؟ آمریکا. ها، امریکا. کدام ایالتی؟ میشه نگم؟ حتما. پس شما در چه مدتی است در امریکا هستید؟ من حدود 12 سال، 13 سال، برادر چی؟ حدود 5 سال. خب شما اینجا بودید، چی خوندید، چه میکنید؟ من کامپیوتر خوندم، بعد داداشم اومده، چون پدر مادرم فوت کردن، منم و داداشم 5 سال پیش اومده تقریبا. پدر مادر به چه دلیل فوت کردن؟ مادرم تقریبا 20 سال پیش کانسر، پدرم هم تومار داشتن. پدر جون کی فوت کرده؟ تقریبا 2 سال قبل اینکه برادرم بیاد این آمریکا. بنابراین برادر وقتی که مثلا 25 6 سالشون بوده مادر رو از دست دادن؟ نه، مادر رو زودتر، من 13 سالم بود، برادرم ها، اونو 12 سال. 12. ولی پدر رو برادر بله، چی خوندن در ایران؟ هیچی. خب برای چی آمدن امریکا و شما آوردی چون؟ چون اونجا تنها بود و اونجا داشت همون مشکل مشروب داشت و اینا، دیگه نمیشد که اونجا بذارمشون. اونجا هیچ خب کم نبود اونجا الان که بیشتر. آمده اینجا چه میکنه؟ و میزان الان بعد میرسیم به مشروب، یعنی بله، درس و کار و اینا چه میکنه؟ والا هیچی، فقط کار میکنه. یعنی کار میکرد. 2 ماه بود که چیز کردیم که رفت ریهب، بعد اومد. 2-3 هفته است که اومده، ولی بازم شروع شده، یعنی دوباره شروع شده. یه سال قبلش هم که ما یکی معرفی کرد، یه تراپیست خوب ایرانی، رفتیم یه سال، تقریبا یه سال. کلی هم هزینهش بود، ولی دیگه زیاد چیز نبودم، ولی اونم پرداخت کردم. ولی کلا تو این 5 سال خیلی اذیتم کرده و خیلی دردسر درست کرده و اینها. بعد یه 2 ماه اینا بود که تو ریهب بود و خیلی خوب بود، و بعد اصرار میکرد که زود بیاد بیرون. بعد قبل اینکه ریهب باشه، یه دوست دختر پیدا کرده بود که دوست دخترش با اون دوست دخترش خیلی نزدیک بود. میگفت که مثلا میخوام بیام بیرون که با دوست دخترم باشم مثلا اینا. بعد ایرانی، دوست دختر ایرانی یا غیر ایرانی؟ بله، ایرانی. ولی او که بعد مشروب نمیخورد نه نه اون اصلا کار خب خب خاصی خب اون نمیکرد. که خوب بوده براش. آره، ولی خب راحت میتونست دوست دخترش رو گول بزنه که مثلا نمیخورم و اینا. یعنی از اون موقع هم که اومده بود بیرون 2-3 بار خورده و یعنی شده که رفته ریهب، گفته مثلا میخوام برم ریهب، مثلا رفته اونجا مست بوده. چند بارم شده که یعنی 2-3 روز پیش هم خودش مست رفته ریهب اونجا. اون از اونجا من زنگ زدن و گفتن که ایشون اومده اینجا و مست و ما نمیذاریم رانندگی کنه. یعنی ماشین هم نداشت چون تصادف کرده بود، چند تا ماشین تصادف کرد. ریهب ایرانیه یا غیر ایرانی؟ بله، ایرانی. خب اونا که احتمالا بیشتر از بقیه میتونن کمک کنن. بله، ولی من میخوام ببینم چی کار کنم، چون من بهش گفتم دیگه نه خونه. چون یعنی قبلا هم همه میگفتن، روانشناس هم گفته، من خودم دلم نمیاد که این کار بکنم. الان ریهب میگه که شما باید یه کاری کنی که برگرده، ولی من که کاری مثلا حرف منو گوش نمیکنه. نه، مقصود شما از برگرده یعنی چی؟ یعنی برگرده اینجا، چون اینجا به ما گفته که اگه من باز خوردم میام اونجا 5 ماه 3 ماه 4 ماه اینا میمونم. بعد الان داره پولاشو، یعنی الان که کار میکنه، اونم میگن الان که داره کار میکنه نذارین که کار کنه که بتونه پول نداشته باشه بیاد پیش ما. ولی خب داره الان خودش کار جدا پیدا خب کرده. آخه داستان این است، وقت پول ریهب رو کی میده؟ تا الان که من میدادم. البته میدونی نظریاتشون معمولا برای کسانی که این گونه هستن از همه به واقعیت نزدیکتره و آنچه که توصیه میکنن بیشترین نتیجه رو میده.
بله ولی خب من امتحان کردم، اونا گفتن اوکی میشه، بعد اگه خب اوکی آخه نشد ما باید آره صحبت کردیم ولی که ببینید، میگیم نه ببینید، برگشتیمش. نه نه صبر کنید، ما در دنیایی هستیم که در یه چارچوبی میشه کارا رو درست کرد. بارها عرض کردم پارسال 83 میلیون آدم مردن، ای بسا 60 70 میلیونشون تو بیمارستان بودن، یه کاری نمیشه کرد. بسیاری از اوقات هستن که برای برخی از بیماران، حالا چه فیزیکی پزشکی و چه روانی، هیچ بیفایده است. اینکه جواب نداده قطعیتی در کار نیست، چون موضوعی نیست که شما یه چیزی رو بدید درستش کنن چون میگن ما درست میکنیم. ساعت که نیست آدم بره بگه خراب شده درست کنم پس بده. یا آدمی است که خودش هم باید یه کارایی بکنه و یه ویژگی های روانی داشته باشه، شرایط و موقعیتش هم هست. بنابراین اونا توصیه شدن، توصیه اونا الان به شما چیه؟ میگن چه کار کنید؟ اونا میگن الان، چون الان از من پرسیدم، میگن دوست دخترش میدونه که اومده اینجا مشروب خورده. میگم نه، چون چون موبایلش رو عوض کرده، من اصلا نمیتونم باهاش صحبت کنم که قبلا باهاش صحبت میکردم، مثلا اینفورمیشن میگرفتم، چون با من هیچ خیلی چیزی رو خوب، شیر نمیکنه، به منم هیچی نمیگه و دروغ هم زیاد میگه به همه. بعد الان دوست دخترش بهش کمک میکنه که یکم کمک میکنه که بخواد خونه بگیره. بعد اونجا هم که رفته کار میکنه پیش دوستشه، اونجا هم الان داره پول میگه، یعنی داره پول جمع میکنه که بره، چون من بهش گفتم باید بری دیگه تا آخر ماه اینا. نه من بعد متوجه الان شدم. نه شما ببینید اینکه ایشون اونا چی کار میگن داره یه کاری میکنه. کن که کار نکنه، را دوست خیلی خب، دخترش نه میگه کار بهش کمک نکنه، نه میکنه. یعنی حرف این است که پول نداشته باشه مجبورش بیاد. بله حالا ولی بنابراین شما کمکش نکنید، حرف این است که شما کمک نکنید. من کمک نمیکنه، ولی میره خودش کار پیدا کرده، الان دوست دخترش هم خیلی نمیتونه من بهش. خب نه ببینید عزیز، خودش اگه کار پیدا کرده، اگر رعایت کنه خب، اگر رعایت نکنه اونجا که کار پیدا کرده، حتی اگه دوست آشنا باشه کمی تحملش کنه، بدن نمیکنه. بله کسی در امریکا که نمیاد بی خود یه کسی رو که براش کار نمیکنه بذاره اونجا پول بهش بده، اونم اصلا وقتی بدون بهانش یا علتش بله مشتیه. من حالا الان پرسش سوالم شما اینه، از من چی عزیز؟ بله من میخوام بدونم که من اینایی چون از جهت میگن شما یه کاری بکن که از همه زده بشه، چون هر کاریم که میکنم از چشم من میبینی، میاد سراغ من، بعد موقعی که مسته خیلی آدم ترسناکی وحشتناکی میشه، یعنی هر کاری میتونه دست بزنه. اینا میگن یه کاری بکن، یعنی یاد با دوست دخترش حرف بزن، یا بذار ما اصلا بگیم، اصلا نه نه یا نه یه شما کاری بکن درگیر، از کار بیاد بیرون. نه که شما به عرضم توجه کنید، شما محکم به برادر بگید که من هیچ کاری رو حتی ای توصیه بکنن علیه تو نمی کنم، برای که این بودن شما به عنوان امید هست، ولی هیچ کاری هم برات نمیتونم بکنم چون صلاحت نیست. یعنی کمک مالی بهت نمی کنم، ولی علیه تو هم با هیچ کس حرف نمی زنم، حتی با دوست دختره. بگذارید این پروسه به صورت عادی اتفاق بیفته، چون یه همچین آدمایی درست مثل بالاخره یه روزی شب روز میشه، روز میشه. یعنی یه موقعی، حالا ممکنه یه ماه دیگه باشه یا 3 ماه دیگه، میفته اون جایی که مجبور یا به این نتیجه میرسه که برگرده، اگه بخواد بهبودی پیدا کنه بره سراغ ریهب، بنابراین میره اونجا. ولی اینکه شما بخواید نقشی داشته باشید، نه. آره منم همون رو فکر میکردم. بعد یعنی تو الان هر کاری که تونستم، یعنی به هر کی میگم میگه تو خیلی الان خیلی بیشتر انجام دادی، یعنی یه کاری کردی که هیچکی نمیکرد، خیلی اتفاقات دیگه آخه افتاده، ببین عزیزم، نه صبر اومدم که کنید، درست کنم، نه ولی نه فکر صبر کنم کنید، وقت صبر خودم کنید، هم صبر بود. کنید، صبر کنید. نه 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 اینجا یه اشتباهی رو نکن. اینکه شما کاری کردی که هیچکس نمیکرد معلوم نیست که مفید باشه عزیز. تو بله برخی از موارد بهتر اعضای خانواده هیچ کاری نکنن و همه درا روی اون آدم عزیزشون ببندن. بنابراین من برای شما، منم الان به شما چی میگم، شما منشأ هیچ مسئله و مشکلی نشید که بتونید اگر یه موقع با هم روبرو شدید بتونید مطمئنش کنید که از جانب شما کاری صورت نگرفته، اما بگید من به عنوان برادرت یه وظیفه‌ای دارم که به تو هیچ کمکی نکنم، برای من مشکل نکنم، برای اینکه تو بری خودتو درست کنی، ولی علیه تو هم نه با دوست دختره، نمیدونم با هیچ، نه با کسی، نه با پلیس، با هیچ کس حرفی نمیزنم، نه با من، کسی که با تو به تو کار داده ابدا، من علیه تو کاری نمی کنم، ولی هیچ کاری هم برات نمیتونم بکنم و نباید بکنم و بنابراین نمی کنم. بله ولی اینکه شما فکر کنید یه راه حل دیگری وجود داره، متاسفانه وجود نداره عزیز. برخی از آدم ها به دلیل شرایط و ویژگی های روانیشون و بعدا محیط اطرافشون میتونن به هم بریزند و از دست برن عزیز. متاسفانه ما تو دنیایی هستیم که همه چیز رو نمیشه درست کرد، حتی اگر نیت و انگیزه داشته باشیم، حتی برای
درست کردنش راه حل داشته باشیم. مهم اینه که اون آدم بخواد اینو قبول کنه. بنابراین حرف این است که شما به اون کسانی که مثلا چون ایرانی هستن به شما هر توصیه میکنن، شما اون توصیه رو آنگونه که اونا بهتون توصیه میکنن انجام بدید. و پیشنهاد من به شما این است که علیهش کاری نکنید، تسریع هم نکنید که بخواید زودتر بشه. نه، بذارید پروسه و مسیر عادی خودش رو طی کنه. ممکنه بدتر هم بشه، ولی حداقل شما نقشی نداشته باشید که هم بعدا احساس بدی بکنید، هم برادر برخی از اوقات بتونه فکر کنه که شما او رو گیر انداختید و گرفتار کردید. به هر حال الان مثلا میتونم مثلا بهش گفتم تا آخر ماه میتونم مثلا بهش بگم که مثلا چون یه مدت که میگذره فکر میکنه من فراموش کردم، همه چی عادی میشه، همه چی اینجوری بوده. میتونم بهش بگم که مثلا چون که بهش گفتم تا آخر ماه میتونم پوشش کنم، گفتم مثلا بگم مثلا یه هفته مونده تو دایی چی کار میکنی، یا ببینم کی پیدا میکنه خونه و یه چیزی. نه، شما کاری بکارش نشه. آخه عزیزم، باز شما برمیگردید سر اینکه بخواید دخالت بکنید. من حرفم به شما روشنه. اگر اون کسانی که با این موضوع آشنا هستن و با برادر میگن تو کمکشون نکن، نکن. آره، چون تو خونه من زندگی میکنه، الان با من زندگی میکنه، الان قراره که خونه پیدا کنه. آره، شو بنابراین قرار خونه پیدا کنه، نه اینکه تو به کوساینر بشی، چیزی رو امضا کنی، تعهدی رو قبول کنی. بذارم واسهش که تا این موقع تو میتونی اینجا بمونی یا چی؟ میتونی اون رو بگی، ازش خواهش کن که به هر حال من میخوام زندگی خودم رو بکنم، تو داری زندگی خودتو خراب میکنی، ولی زندگی من رو که دوستت دارم و اگر یه کار مفیدی باشه برای تو بتونم بکنم تو انجام میدم، ولی تو سرایت اینه که بری این اعتیاد رو پشت سر بگذاری. برحال ولی هیچ کس واقعا نمیتونه بدون پاسخ یا واکنش برادر تو چیه که پیشنهاد کنه. احتمال میدم، میگن شاید این راه بهتر از اون راه باشه، ولی بیش از این که نیست عزیز. ولی شما اگر اونا توصیه بهتون میکنن اونو انجام بدید، امیدوارم موفق بشید. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی امیدوارم گشایشی پیدا بشه عزیز. بله، خدا نگهدارت.